سلام دوستان، به کانال دکتر سلامت در یوتیوب خوش اومدین. با ما همراه باشید. امروز قصد دارم اطلاعاتی در رابطه با سردی کف دست و پاها رو در اختیار شما قرار بدم. علل سردی دست و پا: حساسیت به مواد غذایی یا محیطی که در آن قرار دارید میتواند علت این سردی باشد. داشتن حساسیت باعث کاهش فشار خون و در نتیجه سردی دست و پا میشود. از جمله دیگر دلایل آن، کاندیدا نوعی قارچ است که تقریبا در بدن تمام انسانها رشد میکند. این نوع قارچ اختلال های زیادی از جمله سردی کف پا رو ایجاد میکند و در بدن افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند این قارچ زنده میماند. انگل به محض وارد شدن به بدن از مواد مغذی که باید وارد سلول ها شود تغذیه می کند و این امر باعث سرد شدن دست و پا می شود. از جمله دیگر دلایل سردی دست و پا کم خونی است که یکی از شایع ترین علل این بیماری است. و همچنین می توان به کمکاری تیروئید نیز اشاره کرد. و اما درمان سردی دست و پا: برای چند ثانیه روی انگشتان بایستید، سپس روی پاشنه برگردید و این کار را تکرار کنید تا خون در داخل کف پا جریان پیدا کنه و گرم بشه. به مدت 15 دقیقه پای خود را در یک تشت آب ولرم و نمک خیس کنید. قبل از پوشیدن جوراب فلفل سیاه یا قرمز در داخل جوراب بریزید. فعالیت جسمی مانند راه رفتن، شنا، دو یا دوچرخه سواری روند گردش خون به کف پا رو بهبود می‌بخشد. همچنین رعایت رژیم غذایی متعادل، کاهش میزان چربی و کلسترول باعث بهبود جریان خون در بدن خواهد شد. کاهش مصرف گوشت قرمز، حله‌حوله، غذاهای آماده و افزایش مصرف میوه و سبزی‌های تازه، غلات سبوسدار، گوشت کم‌چرب و ماهی‌های سالم مانند سالمون و تون در رفع این بیماری مؤثر است. غذای گرم بخورید، زیرا علاوه بر گرم کردن بدن، نسبت به غذای سرد انرژی کمتری برای هضم آن نیاز دارد، پس گرمای بدن شما حفظ خواهد شد. استعمال دخانیات باعث افزایش میزان کلسترول در رگهای خون و در نتیجه صفر شدن دیواره رگها و انقباض رگهای خون می شود. پس در مصرف اون صرفه جویی کنید. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید.